پس وقتی که یادشون رفت اون تذکرایی که بهشون داده میشد، ما چیکارشون کردیم؟ سوره انعام آیه 44 میفرماد فلما نسو ما ذکروا به، پس وقتی که یادشون رفت اون تذکرایی که بهشون داده میشد، ما چیکارشون کردیم؟ جهنمیشون کردیم؟ از آسمون شهاب سنگ باروندیم بر سرشون؟ نخیر. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دربهای همه چیز رو به روی اینها باز، همه چیز رو به روی اینها باز کرد. نمیفرماد یک درهایی براشون باز میکنیم. مثلا قومی رو خدا در قرآن ذکر میکنه، میفهمه و جاب و سخ، آقا اینا صخره ها رو برداشتن سوراخ کردن، یعنی اینا معماریشون خوب، اما نمیگه مثلا پزشکیشون خوب. نمیفرماد از نجوم سر در می آوردن. اینجا بحث دیگه ایه، میفرماد ابواب کل شیء، تمام درها بر اینا باز میشه، کل شیء، یعنی اینا توی پزشکی، مهندسی، تو همه چی سر در میاد. از درون اتم بگیری تا کهکشان. اینجا میکروسکوپ میسازن، اونجا تلسکوپ میسازن. امام باقر علیه السلام میفرماد فتحنا علیهم ابواب کل شیء، یعنی مع دولتهم فی الدنیا بما بسط الیهم فیها، یعنی آقا اینا صاحب دولت میشن، صاحب جاه و مکان میشن، صاحب مقام میشن، صاحب تمدن میشن. سوال شد یا رسول الله برای چی خدا همه ابواب کل شیء رو برای اینا باز میکنه؟ پیامبر فرمود هرگاه دیدی خداوند به بنده آنچه را دوست دارد عطا میفرماید در حالی که آن بنده نافرمانی میکند، پس قطعا آن نشانه استدراج است. یعنی به تدریج خدا میخواد اینا رو به سمت عذاب ببره، میخواد متوجه نبود خدا تو زندگیشون نشن. در جای دیگر حضرت میفرماد وقتی دیدی خداوند بر گناهان شما عطا میکند، داری گناه میکنی بازم بهت نعمت میده، بدانید که این استدراج از طرف خداست، بدانید خشم خدا شامل حالتون شده، دیگه دوست نداره برگردی نگاش کنی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا جایی که دیگه اینا خوشحال و سرخوش شدن، میگن کار تمومه دیگه، میگن کار تمومه دیگه، منجی کجا، ظهور چیه، همه چی رو به مسخره میگیرن، کار به یه جایی میرسه میگن دین چیه، حرمت چیه، واسه پیامبرش هم کاریکاتور میکشن، حرمت چیه، واسه پیامبرش هم کاریکاتور میکشن. میفرماد اون لحظه اخذناهم بختن، به یک بار همه چیزشون رو میگیرن. فکر نکنید ریز ریزه، میفرماد به یه شب، به یه لحظه، یه روز، دو روز، یه هفته، یعنی یک زمان کوتاه، به یک بار اینا جوری حیران میمونن که چه خاکی تو سرشون. فرض بکنید کل امروز تکنولوژی دنیا رو شما نگاه بکنید، بر بستر الکترونیک و برق داره شکل میگیره. همین سایت های خارجی برید ببینید چند تا امریکایی‌ها، غربی‌ها و غیره مستند در مورد همین تغییر قطبین زمین ساختن و اینکه چه خاکی باید بشر تو سرش بکنه اگه اون اتفاق بیفته، که کره زمین هر یک زمان خیلی طولانی جای قطباش عوض میشه به خاطر این گردش مواد درونش، و وقتی این اتفاق بیفته جای قطبای زمین عوض میشه، و جای قطبای زمین عوض بشه باعث میشه خاصیت مغناطیسی دور زمین از بین بره برای چند مدت، یا به خیلی کم زور و کم انرژی بشه، نتیجهش این میشه تششعات خورشیدی میرسه به زمین، و نتیجه این میشه که انگار بالا سر یه شهری بمب الکترومغناطیسی تلفونی، هیچ وسیله برقی دیگه کار نخواهد کرد. این بختتنه، به یک شب اتفاق، نمیگم این الزامن، اما ببینید عقل میگه میتونه این باشه. و نکته جالبش رو بدونید اینی که اینا میگن ما در آستانه تغییر قطبین زمین هستیم، منتها این اپسیلونش، این زمان کمش انقدر زیاده که ما نمیدونیم فرداست یا 100 سال دیگه است. مثلا شنیدید میگن از روایات ظهور اینجوری برداشت میشه که سلاح‌ها از کار میفته، در چندین روایت ما داریم که ظهور حضرت بختتنه، به یک بار واقع میشه، بسیاری از افراد به یک بار خودشون رو وسط ظهور میبینن. امام زمان عجل الله توقیع دارن خطاب به شیخ مفید، میفرماد فإن امرنا یبعثه فجأة، خداوند کار ما را به ناگهانی و یک بار برمی انگیزاند.
امام باقر در جای دیگر میفرماند وقتی که فقر و نیازمندی شدت یافت و مردم یکدیگر را انکار کردند، در آن زمان صبح و شام منتظر ظهور باشید. نه فقط صبح، اگه صبح دیدید ظهور شکل نگرفت شب منتظر باشید. نه ترسید از اینکه درهای همه چی به اینا باز شده. با دو تا خودرو و نمیدونم تکنولوژی نمیدونم ساخت هواپیما و نمیدونم چی چی دین ایمونتون نره. ما خواستیم این اتفاق بیفته. چون میخوام به یک شب به یک باره از اینا همه چیزو بگیریم. فقط عذابر القوم الذين ظلموا و نسل اینا رو از بین ببریم، عقبشون رو از بین ببریم و شماها بگید الحمدلله رب العالمین. نترسید از اینکه درهای همه چی به اینا باز شد. در آن زمان صبح و شام منتظر ظهور باشید.